بسیار خوب، شروع کنیم به بحث خاصی. ما یه مرور کنیم چطوری این نخل ها سایه داره، یا این خورشید یا این زمین. اگر خاطرتون باشه در قسمت من حالا این نخل رو انتخاب کنم با ابزار Layer Selector و اوکی. ببینید اینجا با این Layer Selector کلیک میکنم روی این نخل، روی لایش دبل کلیک میکنم. این Layer Selector برای انتخاب لایه هاست روی پروژه. در قسمت Layer Setting شما شادو رو میبینید که شیدینگش آنه. 16 تا ضریب نفوذ سایه است به داخل پروژه، 8 مقدار بلور سایه مشکی و اوپاسیتی تقریبا 50% با زاویه 315. که اگه اوکی کنید، اگر من رندر کنم کنترل آر، میبینید که سایه ها روی نخل اعمال شده و همینطور رو زمین. اما خورشید، باز با لایر سلکتر خورشید انتخاب میکنم. این لایه سان با سلکت شیپ انتخابش کنیم. در پنجره افکت گرادینت داده، یکی به اشکی داده، دو تا پوینت داریم و یک گرادینت از نوع رادیال. اینجا هم ماسماسکه که میتونید قشنگ تنظیم کنید رنگای رو خورشید. اما میخوام یه چیزی بهتون یاد بدم تحت عنوان براش. به کسی نگید، خیلی چیز جالبیه. یه لایه درست میکنم از نوع وکتور، اسمش رو میذارم ویو. میخوام روی این موجهای خروشان دریا رو درست کنم. اینجا ابزار فری دراو برمیدارم، اینجا رو میذارم رو براش. یه براش انتخاب کنید، یه براشی که بخوره. مثلا شاید این قسمت هم یه سری تنظیمات داریم، بعضیش خیلی مهمه، بعضیش واجب یاد گرفتنش. اون براش جیتر انگل و انگل دریفت که مال زاویه است، میزنید میبینید چی میشه. ام الاین براش وید کرو، یعنی وقتی که خط قوس برمیداره چه بر سر شکل بیاد، آیا او هم قوس فرده یا نه. این رندوم هم، یعنی همچنین پراکنده بزنیم. مینیموم فریم تو فریم هم، یعنی در انیمیشن. این براش اسپیسینگ، یعنی اینکه تراکم چقدر بشه در سر خط و اول خط. حالا من با آلت این ابزار رو قبلا گفتم بهتون، با آلت کوچیک و بزرگ میکنم سر قلم رو، فری هند رو با شورتکات اف هم میاد رو لایه ویوم و میبینید که به این شکل میتونم بکشم. خیلی باحاله نه؟ شاید مسئله اولتون رنگ باشه، پس ابزار سلکت شیپ رو بردارید بزنید روش. اینجا در قسمت استروک یا این بالا میتونید رنگش رو عوض کنید، مثلا بذارید رو آبی که تم رنگی دریا در کارتونه. مسئله بعدی پوینت هاست. کنترل آر بزنم ببینید خوب شد. این پوینت ها رو میتونید جابجا کنید به هر سمتی که دلتون میخواد، میتونید ببرید و میبینید که چه قشنگ مانور میده براتون. آیا میشه بزرگشون کرد، استروک رو قطرش رو زیاد کرد؟ بله میشه. تو باند فرودگاه دارم آموزش میدم، همینجوری هواپیما رد میشه. ای خدا یکی بیاد من نجات بده. آیا میشه کلن شکل کوچک و بزرگ کرد؟ بله میشه. دوران داد؟ بله. این ابزار معروف قسمت تولز، باش میشه ترانسفورم پوینت، باش میشه دوران داد، باش میشه اسکیل کلی رو کوچک و بزرگ کرد. و بله این از توانایی های ابزار براشه که شبیه هیچی نیست و وکتوره. هر چقدر بکشید بزرگ میشه و الان که ویدیو HD واقعا با کیفیته. خب دیگه چه کارهایی میشه کرد؟ یکم خلاقیت به خرج بدیم. میتونیم یه خورشید رسم کنیم با دایره، اینجا بگیم مثلا ازش شعاعهای نوری بیاد بیرون. میتونیم ابر رسم کنیم. من خودم نظرم اینه یک کار جالب بکنیم، خلاقیت بده. دیگه آروم آروم وقتشه که وارد ویدیوی خاص بشیم. اینجا ابر داریم، خیلی خرت و پرت داریم. راستی اینجا اون مینیمم فریم تو فریم که میخواستم بگم، یعنی در انیمیشن
در هر فریم مینیموم براش رو حفظ کنه. خب اجازه بدید که نه دیگه، خورشید خیلی زایه است. بیاید با پن کار کنیم، میخواییم ابر درست کنیم و با تراکم کم. اینجا یه لایه درست میکنم برام کلاود در لایه وکتور دیگه. اینجا یه خط میکشم با سرقلم یه ذره بزرگتر، آلتو نگه میدارم، میکشم سرقلم فریدراو اومد. این از قبل تو حافظه است. اوکی اشکاله، من با این سلکت شیپ اینو تبدیل میکنم به ابر و همچه که میبینید ابر زده شد. اما اینجا میشه تراکم اول و آخر خط رو تعیین کرد. سعی کنید یه عددی بذارید که ماکزیموم باشه، بعدا میتونیم رأس رو دیلیت کنیم دیگه. حالا این خیلی چیز مهمی نیست. اینجا دوتا بحث زاویه داریم، یکی جیتر انگله، یکی انگل دریفته. این یکی هم براش رو نسبت به خط که جوری کرو میشه چیز میکنه، زاویه شو تعیین میکنه. اون قسمت تینت خیلی مهمه، برمیگردم بهش. مینیموم مینیمایز فریم تو فریم رندومایز اون با در انیمیشن خواهم نشون داد. خب اینجا اومد، این روسش خیلی زیاده، اینا رو باید دیلیت کنیم. بنابراین من با این ابزار ترانسفورم انتخاب میکنم و دیلیت رو از رو کیبورد میزنم و همجور که میبینید داره همینطوری ازشون کم میشه به اون تعدادی که دلم خواست. وقتی رسید جا به جاشون میکنم، یکی این طرف، یکی این طرف، یکی این بالا، یکی این پایین. میتونیم یه ذرم پراکنده ترش کنیم. حالا با این ابزار به قول معروف کوچیک و بزرگ کردن استروک، اینا رو یه ذره سایزش هم رندوم میکنم. یک هواپیمای دیگه داره رد میشه، یکی بیاد من نجات بده. اینجا این کلود رو میارم پایین ترین لایه تا بره پشت تمام عناصر. با سلکت شیپ انتخابش میکنم، رنگش رو میخوام عوض کنم، قبول نمیکنه. چرا؟ یادتونه گفتم به تینت برمیگردیم، چون تینت تینک نخود. اگه بخواید رنگش رو شما مدیریت کنید، مثلا این رنگ رو بذارید که اعمال نمیشه، اگه بخواید مدیریت کنید باید سلکت شیپ رو بزنید، برید در براش و این قسمت تینت رو تیک بزنید، حالا رنگ اعمال میشه. این هم از توانایی های براش، یکی دوتا نیست در پروژه خاص. ما وقتی پروژه خفنمون شروع بشه شما موفق میشید اینا رو یاد بگیرید با تکنیک های مختلف. فعلا امیدوارم به درتون بخوره.